سرخط خبرها، پاسخ سوریه به حمله ارتش ترکیه. رئیس جمهور فرانسه از یک معترض سیلی خورد. واشنگتن به دنبال ایجاد ساختار دفاعی یک پارچه در خاورمیانه است. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. پاسخ سوریه به حمله ارتش ترکیه. شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه قصد پس از حمله ترکیه به چند روستا در شمال حلب، مواضع ترکیه در شمال حلب را با شلیک توپ و راکت هدف قرار دادند. به گزارش الجزیره، شبه نظامیان قصد اطراف گذرگاه باب السلامه در مرز با ترکیه را هدف حملات توپخانه و راکتی خود قرار دادند. شامگاه یکشنبه استان مرزی کلیکس ترکیه در مرز سوریه نیز هدف حمله راکتی قرار گرفت. رویترز گزارش داد که در این حمله راکتی یک سرباز ترکیه‌ای و دو پلیس این کشور حمله به پایگاه‌های ترکیه در پاسخ به حملات بامداد روز گذشته ارتش ترکیه به شمال عراق و شمال سوریه صورت گرفته است. رویترز گزارش داد که در این حمله راکتی یک سرباز ترکیه‌ای و دو پلیس این کشور زخمی شدند. حمله پایگاه‌های ترکیه در پاسخ به حملات بامداد روز گذشته ارتش ترکیه به شمال عراق و شمال سوریه صورت گرفته است. وزارت دفاع ترکیه بامداد روز یکشنبه اعلام کرد که پایگاه‌های شبه نظامیان کرد در شمال سوریه و شمال عراق را هدف حملات هوایی خود قرار داده است. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که در حملات هوایی به شمال سوریه و عراق، پایگاه‌های شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK که از سوی آنکارا به عنوان تروریست شناخته می‌شوند، منهدم شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشتر گفته بود که ترکیه می‌تواند عملیات دیگری را علیه کردهای سوریه انجام دهد. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از تکمیل یک عملیات فرامرزی علیه شبه نظامیان PKK در عراق، پس از بمب‌گذاری مرگبار آخر هفته گذشته در استانبول قصد دارد اهدافی را در شمال سوریه تعقیب کند. دولت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار در خیابان استقلال استانبول در 13 نوامبر می‌داند که منجر به کشته شدن 6 نفر و مجروح شدن بیش از 80 نفر شد. هیچ گروهی مسئولیت انفجار در این خیابان شلوغ را بر عهده نگرفته است و گروه‌های کرد نیز دست داشتن در این انفجار را رد کردند. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان را مسئول این انفجار دانسته است. رئیس جمهور فرانسه از یک معترض سیلی خورد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه در دومین حمله مشابه پس از سیلی مشابه سال گذشته توسط یک زن مورد انتقام قرار گرفت. بر اساس اعلام این رسانه، فیلمی در رسانه‌های اجتماعی پخش شده است که نشان می‌دهد ماکرون حین صحبت با زنی در خیابان بود که از وی سیلی خورد. تحلیلگران بر این باورند که این سیلی نشانه اعتراض مردم به سیاست‌های او به شمار می‌رود. این حادثه در شهر پاریس پایتخت فرانسه روی داده است. خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص اعلام کرد امروز در جریان دیدار امانوئل ماکرون از یک محله در پاریس یک معترض زن به صورت وی سیلی زد که توسط پلیس بازداشت شد. تظاهرات اعتراضی جلیق زردها در شهر پاریس پایتخت فرانسه در چهارمین سالگرد آغاز این جنبش مردمی در اعتراض به ناکامی‌های دولت کشورشان دیروز شنبه برگزار شد. صدها معترض در پاریس پایتخت فرانسه تظاهرات کردند. واشنگتن به دنبال ایجاد ساختار دفاعی یک پارچه در خاورمیانه است. برت مک‌گورک، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا، در کنفرانس سالانه گفتگوی امنیتی منامع در بحرین با این ادعا که تنش‌ها در خاورمیانه رو به افزایش است، گفت آمریکا در تلاش است تا ساختار یک پارچه دفاع هوایی و دریایی در خاورمیانه را پایه‌گذاری کند. به گزارش خبرگزاری فارس و افسود، واشنگتن بر روی تهدیدهای قریب الوقوع در منطقه استراتژیک غنی از منابع انرژی خاورمیانه متمرکز است. مگور که ادامه داد آمریکا اکنون در حال کار برای ایجاد یک ساختار یک پارچه دفاع هوایی و دریایی در این منطقه است. هماهنگ کننده شورای امنیت ملی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا افسود، چیزی که مدت‌ها درباره آن صحبت می‌کردیم، اکنون از طریق مشارکت‌های نوآورانه و فناوری‌های جدید در حال اجراست.
پیشتر جنرال مایکل کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، روز شنبه در کنفرانس یادشده اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا تا سال آینده میلادی بیش از 100 پهپاد شناور هدایت‌پذیر از دور را در آب‌های خلیج فارس مستقر خواهد کرد تا تهدیدات دریایی را دفع کند. به نوشته روزنامه الایام بحرین، مک‌گورک در سخنان خود در کنفرانس گفتگوی امنیتی منامه همچنین مدعی شد که حملات ایرانی علیه اهدافی حیاتی در داخل عربستان که برای اجرای آن در 2 هفته پیش برنامه ریزی شده بود با همکاری و تبادل اطلاعات بین واشنگتن و ریاض خنثی شد.